با نام و یاد خدا و با سلام به دانش پژوهان گرامی، در این سری درس ها مربوط به کریستال های فوتونی در بخش دو از فصل یک مطالبی ارائه خواهد شد که شامل توجیه فیزیکی نوارهای کریستال فوتونی یک بودی، سپس محاسبه نوارهای فوتونیکی و باند ممنوع کریستال فوتونی یک بودی، بعد از آن انتشار امواج در محیط دیالکتریک یک نواخت و در پایان فصل حالتهای متفاوت مدهای نوری مورد بررسی قرار میگیره. برای توضیح مفاهیم فیزیکی نوارهای فوتونیکی و نوار گاف در لایه‌های بادی الکتریک متفاوت، ابتدا تابش نور در یک محیط همگن رو در نظر میگیریم. نور فرودی به محیط میتابه، رابطه پاشندگی آن به صورت خطی هست، بعد نمودار به صورت خطی در اینجا دیده میشه و فرکانس زاویه‌ای با بردار موج کام و تناسب است. اما حالا فرض میکنیم ماده همگن دارای دوره تناوب ساختگی آ هست، به طوری که طول موج نور ضریب زوجی از این دوره تناوب هست. چرا؟ به خاطر اینکه شرط براگ را که به کار میبریم در اینجا تتا را 90 درجه دی هم با آن نشون میدیم. بعد در شرایطی که M1 N1 لاندا برابر با 2A نوشته میشه. خب شرطی که به وجود آمد کمک میکنه و در رابطه بردار موج پس از اینکه به جای لاندا قرار دادیم میبینیم که کا متناسب است با عکس این دوره تناوب. کا برابر است با پی روی آ و بعد نمودار رابطه پاشندگی رو با توجه به این فاصله های متوالی پی روی آ که رسم میکنیم میبینید که نمودار مرتب تکرار میشه. از طرفی رابطه جدیدی برای فرکانس زاویه‌ای داریم که نشون میده فرکانس نسبت عکس داره با دوره تناوب آ. در این شرایطی که فرض کردیم ماده همگن دارای تناوب ساختگی هست، فرض کنیم دو موج روند یکی سینوسی دیگری کوسینوسی به این ماده همگن برخورد کنه وارد بشه، این طول موج انتخابی باعث میشه که به تناوب در مرزها برآمدگی و فرو رفتگی و در وسط دامنه میدان صفر باشه، در حالی که برای موج دومی برعکسه و در مرزها دامنه میدان صفره. این کمک میکنه به برهم نهی سازنده و تشکیل امواج ایستاده. رابطه پاشندگی رو که داریم، همینطور رابطه برای بردار موج و فرکانس که اینها نسبت عکس با دوره تناوب ساختگی آ دارن. بار دیگر به نمودار توجه کنید، از منفی پی روی آ تا به اضافه پی روی آ ناحیه اول بریلوان و از صفر تا پی روی آ ناحیه بریلوان کاهش ناپذیر نامیده میشه. در مرزها میبینید که یک تلاقی بین خطوط وجود داره، اما بعد میخواهید دید هرگاه ساختار داره تناوب واقعی باشه و دیالکتریک های متفاوت وجود داشته باشه، در آن صورت در لبه های ناحیه بریلوان که نور برمیگرده یک فاصله به وجود میاد. برای لایه های با دیالکتریک متفاوت مانند هوا و دیالکتریک که به طور متناوب با فاصله دوره آ قرار دارند، به علت تقارن ساختار مدها متمرکز میشن. میبینید برای یک مد ماکسیموم و مینیموم در هوا هست، در حالی که برای مد دیگر این ماکسیموم و مینیموم ها در دیالکتریک قرار داره. در این شکل مشخصه که دو مد، فرضاً مد کوسینوسی در دیالکتریک و مد سینوسی در هوا هست و اینها باعث تمرکز و ایجاد امواج ایستاده میشه. حالا اگر مدها با تقارن ساختار همخوانی نداشته باشند، امواج ایستاده تشکیل نمیشه. در ادامه توجیه فیزیکی نوارهای گاف، نوارهای ممنوعه بندگپ، از اصل بردشی یا وریشنال استفاده میکنیم. این اصل در مکانیک کوانتومی کاربرد داره و در فصل دوم توضیح کامل در مورد آن ارائه خواهد شد. اما اکنون برای بیان چگونگی تمرکز شدت مدها در ساختار بادی الکتریک های متفاوت به کار میره، طبق این اصل مدهای با بالاترین ویژه فرکانس جایگزیده در مکان با تابع دیالکتریک کوچکتر هستند، برعکس مدهای با پایینترین فرکانس در مکان با تابع دیالکتریک بزرگتر جایگزیده هستند. بنابراین در یک ساختار متقارن، دسته از مدها با فرکانس بیشتر در هوا، دسته دیگر با فرکانس کمتر در دیالکتریک جایگزیده هستند.
این تمرکز به علت ساختار متقارن هست که ثابت شبکه با طول موج رابطه متقارنی داره، مثلا لاندا برابر با انعام. حالا به نمودار پاشندگی توجه کنید که در نواحی مرزی و لبه های ناحیه بریلوان که متاب عقب برمیگردند یک فاصله ایجاد میشه. به این خاطره که فرزن مدهای قسمت پایینی با فرکانس کمتر مربوط به مدهایی هست که در دیالکتریک تمرکز دارن. برعکس مدهای با فرکانس بیشتر در قسمت بالا مربوط به مدهایی هست که متمرکز در لایه های هوا هستند. به این ترتیب اس وریشنال این موضوع رو توجیه میکنه و نشون میده که مدهای با بالاترین فرکانس جایگزیده در مکان با تابع دیالکتریک کوچکتر و مدهای با پایین ترین ویژه فرکانس جایگزیده در مکان با تابع دیالکتریک بزرگتر هستند. این تمرکز به خاطر ساختار متقارن هست. در نمودار فرکانس به بردار موج که ساختار باند نامیده میشه یک فاصله بین دو باند به وجود میآید که در این فرکانس هیچ مدی مجاز به عبور نیست. اصطلاحاً باند بالایی رو باند هوا و باند پایینی رو باند دیالکتریک مینامند. در این بند گپ یا نوار ممنوعه سرعت گروه صفره. بعداً بررسی خواهد شد. خب حالا میپردازیم به محاسبه نوارهای فوتونیکی و نوار گاف در کریستال فوتون یک بود. یک ساختار یک بودی در راسته محور ایکس رو در نظر میگیریم. بردار انتشار در راسته محور ایکس ساختار دوره‌ای با ثابت دیالکتریک E1 و E2 تکرار میشه و آ ثابت شبکه هست. میدان الکتریکی در راستای محور وای هست. تابع دیالکتریک دوره‌ای و معادله موج میدان الکتریکی رو داریم. میخواییم به جای بارون تابع دیالکتریک و میدان الکتریکی تبدیل فوری آنها را جایگزین کنیم. تابع دیالکتریک دوره‌ای رو داریم. بست فوری وارون آن را به این ترتیب می نویسیم، رابطه 3 جمع روی M که M عدد صحیحی هست و کاپا M ها ضرایب بست هستند و با توجه به حقیقی بودن ثابت دیالکتریک داریم کاپا منهای M برابر است با کاپا M استار. بست رو تنها برای 3 مقدار M برابر با 0 و 1 و M برابر با منهای 1 می نویسیم. رابطه 4 با ضرایب کاپا 0، کاپا 1 و کاپا منهای 1. به خاطر دوره‌ای بودن ساختار، همانطور که در مورد مدهای بلاخ در بخش 1 توضیح داده شد، میدان الکتریکی به صورت ترکیبی از موج تخت و یک تابع دوره‌ای یوکا نوشته میشه. این یوکا نسبت به ثابت شبکه دوره‌ای هست. رابطه 5 رو برای آن داریم. میدان الکتریکی رو با قسمت زمانی آن ای به توان منهای آی اومگا تی به طور کامل می نویسیم. بست فوری برای یو کا تابع دوره ای را که می نویسیم در آن ای ام ها ضرایب فوریه یا ضرایب بست هستند. حالا میدان الکتریکی رو با توجه به بست فوری یو کا با قسمت مکانی و زمانی آن داریم، رابطه 7. خب برمی گردیم به معادله موج میدان الکتریکی و به جای وارون تابع دیالکتریک رابطه 4 و به جای میدان الکتریکی رابطه 7 رو جایگزین می کنیم. توجه کنید ای ام ها ضرایب بست یا ضرایب فوری میدان هستند. حالا جایگزینی رابطه های 4 و 7 در معادله موج رو انجام میدیم. رابطه 4 را به جای وارون تابع دیالکتریک و بعد میدان الکتریکی رابطه 7 رو به جای یکاها قرار می دهیم. یک رابطه نسبتاً بزرگ به دست میاد، رابطه 8 که باید مشتقها رو بگیریم، رابطه را ساده تر کنیم و بعد حل کنیم و نتایج رو به دست بیاریم. خب حالا از طرف چپ رابطه 8 مشتق گیری نسبت به مکان و از طرف راست مشتق گیری نسبت به زمان رو بایستی انجام بدهیم. اما توجه کنید طرف چپ جمع روی ام پریمه و طرف راست جمع روی ام هست. پس از انجام مشتق گیری ها تابع نمای زمان هم از طرفین حذف خواهد شد.
اما از نظر حذف تابع نمایی مکانی و جمعی که وجود داره توضیحات بیشتری لازمه. مشتق نسبت به زمان مشکلی نداره. دو بار که مشتق بگیریم ضریب منفی امگا کادو وارد میشه و بعد تابع نمایی زمان از طرفین قابل حذف است. اما مشتق نسبت به x به خاطر وجود جمع روی امپریم و سه جمله ای که به صورت ضریب در اینجا هست دقت بیشتری لازم داره. پس از مشتق گیری نسبت به x تابع نمایی در این سه جمله ضرب میشه. به این سه جمله توجه کنید. جمله اول ضریب نمایی نداره. جمله دوم ضریب نمایی ای به توان آی دو پی روی آ ایکس رو داره و جمله سوم دارای ضریب ای به توان منهای آی دو پی روی آ ایکس هست. خب حالا پس از دو بار مشتق گیری نسبت به ایکس یک ضریب منفی سی دو در پرانتز کای به اضافه دو پی امپریم روی آ به توان دو وارد میشه و همینطور تابع نمایی ای به توان آی کا به اضافه دو پی روی آ امپریم ایکس که اینها رو به طور جداگانه در سه جمله ضرب میکنیم. میبینید که انگام ضرب در جمله اول تابع نمایی تغییری نمیکنه و همان امپریم هست. اما برای جمله دوم به خاطر ضریب نمایی مثبت آی دو پی روی آ در ایکس در تابع نمایی عدد یک به امپریم اضافه میشه و در تابع نمایی داریم امپریم به اضافه یک. برای جمله سوم هم همینطور به خاطر تابع نمایی منفی آی دو پی روی آ ایکس در ضریب نمایی منفی یک اضافه میشه و داریم امپریم منهای یک. و میبینید که ضریب بست فوری تابع دیالکتریک هم به ترتیب کاپا صفر، کاپا یک و کاپا منهای یک نوشته شده و هر سه در ضریب فوری میدان این امپریم ها ضرب شدند. قسمت های مشترک وجود داره اما تفاوت این سه جمله مربوط به تابع نمایی هست که در اولی امپریم، در دومی امپریم به اضافه یک و در سومی امپریم منهای یک. از طرفی با مشتق گیری نسبت به زمان در سمت راست ضریب منهای امگا دو وارد میشه و بعد میتونیم تابع نمایی زمانی ای به توان منفی آی امگا تی رو از طرفین حذف کنیم. خب برای حذف جمع روی ام ها چیکار کنیم؟ برای حذف جمع توجه کنید در طرف راست ام، در طرف چپ امپریمه. لازمه که تابع دلتای دیراک رو به کار ببریم و با یکسان کردن جمع ها از طرفین آن را حذف کنیم. برای حذف جمع روی ام و امپریم از دو طرف رابطه تابع دلتای دیراک رو که به کار میبریم لازمه در مورد آن توضیحات مختصری بیان شود. ویژگی تابع دلتای دیراک به این ترتیبه که دلتا x برابر است با صفر هرگاه x مخالف صفر باشه. اما انتگرال آن روی محور x از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت برابر است با 1. به طور کلی تعریف تابع دلتای دیراک برای هر تابع پیوسته‌ای که در مجموعه اعداد حقیقی تعریف شده باشه به شکل این انتگرال هست که در آن دلتا x برابر است با 1 هرگاه x برابر با 0 باشه و برابر است با 0 هرگاه که x مخالف 0 باشه. تابع دلتای دیراک به فرم یک سری دنباله دار در مجموعه اعداد حقیقی با این رابطه نشون داده میشه که دلتا x برابر است با جمع روی ای به توان i دو پی n x که n از منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت. توجه کنید حالا برای رابطه 8 تابع دلتایی رو که به کار میبریم به صورت این انتگرال هست که البته لازمه جمله های رابطه 8 رو در یک طرف قرار داده بعد روی x انتگرال بگیریم و بعد قسمت انتگرال رو با دلتا امپریم برابر بگیریم. در نتیجه تابع نمایی حذف میشه و این تابع دلتا برای هر دو جمله سمت راست و سمت چپ برقراره. بنابراین میتونیم ام و امپریم ها را مساوی قرار داده و بعد جمع روی ام را از طرف این حذف کنیم. حالا در رابطه 8 برای طرف چپ دلتا امپریم منهای ام و همینطور برای طرف راست دلتا امپریم منهای ام را در نظر میگیریم. اما قبل از به کار بردن تابع دلتای دیراک به این تابع‌های نمایی مکانی رو که می‌خوایم حذف کنیم توجه کنیم. برای اولی تابع دلتای دیراک نشون میده که امپریم برابر است با ام.
در حالی که برای دومی امپریم به اضافه یک برابر است با ام، در نتیجه امپریم برابر است با ام منهای یک. در مورد سومی امپریم منهای یک برابر است با ام و در نتیجه امپریم برابر است با ام به اضافه یک. ضرایب بسته فوری میدان الکتریکی ای ام ها تغییر میکنه به این ترتیبه که در اولی همان ای ام، در دومی به صورت ای ام منهای یک و در سومی به صورت ای ام به اضافه یک تغییر میکنه. تا اینجا با توجه به روشی که در استفاده از تابع دلتای دیراک برای حذف تابع نمایی مکانی میخواییم به کار ببریم، مشخص شده که در سه جمله تغییر امپریم نسبت به ام به این ترتیبه که در جمله اول امپریم برابر با ام، در جمله دوم امپریم برابر با ام منهای یک و در جمله سوم امپریم برابر با ام به اضافه یک. خب متناسب با این تغییرات ضرایب بسته فوری میدان ای امپریم ها هم در جمله اول تبدیل به ای ام، در جمله دوم ای ام منهای یک و در جمله سوم ای ام به اضافه یک میشه. تابع نمایی مربوط به مکان در هر دو طرف یکسان هست. چرا؟ به خاطر اینکه ام و امپریم با هم برابر شده و میتونیم از دو طرف رابطه اون را حذف کنیم و همطور جمع از دو طرف یکسانه و اون هم قابل حذف است. به این ترتیب تا اینجا با حذف تابع نمایی و حذف جمع از دو طرف رابطه 8 میبینید که این رابطه بسیار ساده و مختصر شده و بعد آن را به ترتیب ضرایب بسته ای ام می‌نویسیم. در طرف چپ ضرایب بسته فوری میدان ای ام منهای 1 و ای ام به اضافه 1 و در طرف راست ای ام را داریم و حالا رابطه 8 مختصر و ساده شده که آن را حل میکنیم. اکنون میخواهیم رابطه 8 را حل کنیم و نتایج مورد نظر را به دست بیاریم. برای انتخاب ام در رابطه اعداد زیاد هست، اما به خاطر اینکه تنها به دو معادله نیاز داریم، بنابراین دو مقدار ام برابر با 0 و ام برابر با منهای 1 رو برای آن در نظر میگیریم و رابطه 8 رو به صورت دو معادله جداگانه 9 و 10 می‌نویسیم. خب به ازای دو مقدار ام برابر با 0 و ام برابر با منهای 1، دو معادله 9 و 10 رو داریم. توجه کنید ضرایب بسته فوری مورد نظر در اینجا ای 0 و ای منهای 1 است. برای حل معادلات شرط کا معادل با قدر مطلق کا منهای 2 پی روی آ و همچنین شرط امگا کا 2 معادل با کاپا 0 3 2 کا 2 رو در نظر میگیریم. با این شرط مخرج کسر اول در حد 0 شده، کسر بزرگ میشه و در نتیجه آن ضریب بسته ای 0 بسیار بزرگ میشه. همطور در معادله دوم شرط کا معادل با قدر مطلق کا منهای 2 پی روی آ باعث میشه که مخرج این کسر به حد 0 برسه و کسر بزرگ بشه، در نتیجه ضریب ای منهای 1 هم بزرگ باشه. در مجموع مخرج کسر در حد 0 شده، ضرایب ای 0 و ای منهای 1 نسبت به بقیه ضرایب بسیار بزرگتر هست و ضرایب ای 1 و ای منهای 2 نسبت به آنها قابل صرف نظر هستند. به این ترتیب دستگاه دو معادله با حذف ای 1 و ای منهای 2 به صورت دو معادله ساده و مختصر 11 و 12 نوشته میشه که حالا با تشکیل دترمینان قابل حل هست. یادآوری میشه که با شرط بردار موج کا تقریبا معادل با قدر مطلق کای منهای 2 پی روی آ، به این منظور که بررسی در نواحی مرزی بریلوان انجام میگیره، و شرط دیگر امگا کا 2 معادل با کاپا 0 3 2 کا 2، دو معادله 11 و 12 به دست آمد که حالا با تشکیل دترمینان آن را حل میکنیم. دترمینان 13 که این دترمینان برابر است با 0 و با حل آن پاسخها را به دست میآوریم. برای حل دترمینان طرفین را در هم ضرب کرده منهای حاصل ضرب وسطین و نتیجه را برابر با 0 میگیریم. با دوبار ضرب امگا کا 2 یک معادله درجه 4 نسبت به امگا کا داریم که پاسخها به این ترتیب هست: مثبت 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 منفی منفی مثبت منفی منفی. البته در رابطه ها K
کامن های پیروی آ رو با اچ نشون میدیم و پاسخ ها را که 4 معادله هست با این اچ به صورت رابطه 14 داریم. حالا رابطه 14 رو که برای محاسبه ساختار باند هست به صورت 4 رابطه جداگانه می نویسیم و در آنها اچ برابر است با کامن های پیرویا. باز هم یادآوری میشه که اچ برابر است با کامن های پیرویا و در شرایط حدی در مرزهای ناحیه اول بریلوان که کا معادل با پیرویا و منهای پیرویا هست نتیجه میگیریم که در این نقاط قدر مطلق اچ بسیار کوچکتر از پیرویا هست و نزدیک به صفر است. بنابراین میتونیم در 4 رابطه اچ 2 رو حذف کنیم. با حذف اچ 2 جمله های دوم سمت راست حذف شده و حالا به جای 4 پاسخ 2 پاسخ رو در نظر میگیریم. به این ترتیب در نقاط مرزی ناحیه اول بریلوان که کا معادل با پی روی آ و منهای پی روی آ هست 2 پاسخ برای فرکانس داریم، اومیگا 1 و اومیگا 2. توجه کنید در آنها کاپا 0 و کاپا 1 ذرایع به بست فوریه ثابت دیالکتریک هست که با مشخص شدن آنها اومگا 1 و اومگا 2 به دست می آید. اومگا 1 مربوط به باند پایین، اومگا 2 مربوط به باند بالایی هست و فاصله بین آنها وجود داره که از اومگا 1 بزرگتر و از اومگا 2 کوچکتر هست که در آن فاصله فرکانسی پاسخی برای مدها وجود نداره. رابطه 15 به ما نشون میده که در لبه های ناحیه اول بریلوان که کا معادل با پی روی آ و منهای پی روی آ هست 2 پاسخ اومگا 1 برای باند پایین و اومگا 2 برای باند بالایی وجود داره. ما بین این دو مقدار فرکانسی مجاز به عبور نیست. این فاصله فرکانسی که از اومگا 1 بزرگتر و از اومگا 2 کوچکتر هست بند گپ یا نوار گاف، نوار ممنوعه محسوب میشه. در این شکل نیز توجه کنید خطهایی که به صورت خطچین هست مربوط به رابطه پاشندگی در محیط همگن هست که رابطه آن خطی است، اما خطهای پر مربوط به ساختار باند یا بند استراکچر کریستال فوتونی هست که دارای باندهای متعددی است. خطهای عمودی رنگی مرزهای ناحیه اول بریلوان را نشون میده که از منهای پی روی آ تا به اضافه پی روی آ هست. البته به علت تقارن از صفر تا مثبت پی روی آ برای بررسی کافی هست که همونطور که گفته شد به نام ناحیه بریلوان کاهش ناپذیر نامیده میشه. انتشار امواج در محیط دیالکتریک رو میخواییم بررسی کنیم. ابتدا معادله های ماکسویل رو در یک محیط بدون بار و جریان الکتریکی در نظر میگیریم. دیورژانس دی برابر با صفر که دی میدان جابجایی الکتریکی، دیورژانس ب برابر با صفر، ب میدان القای مغناطیسی، کرل ای برابر با منفی مشتق ب نسبت به زمان و کرل اچ برابر با مشتق دی نسبت به زمان که ای و اچ میدان های میکروسکوپی الکتریکی و مغناطیسی هستند. رابطه های بنیادی در اینجا وجود داره که میدان جابجایی الکتریکی دی رو در محیط دی الکتریک به میدان ای مربوط میکنه. رابطه 20 که در آن اپسیلون صفر ثابت گذردهی الکتریکی خلا هست و رابطه 21 مربوط به میدان های مغناطیسی که در آن میو صفر ثابت تراوایی مغناطیسی خلا هست. برای نوشتن معادله های ماکسویل در محیط دی الکتریک این رابطه های بنیادی رو که به کار میبریم به ترتیب در معادله های ماکسویل جایگزین میکنیم. به جای دی که قرار میدهیم رابطه 22 رو داریم و به جای ب که قرار میدهیم رابطه 23 و بعد رابطه 24 رو داریم و بالاخره در قسمت آخر با قرار دادن به جای دی به رابطه 25 میرسیم. توجه کنید که این معادلات مربوط به هر دو قسمت مکانی و زمانی هست. خب برای حل قسمت زمانی معادلات ماکسویل از مدهای هارمونیک استفاده می کنیم. به خاطر اینکه معادلات ماکسویل خطی هست و با توجه به تئوری آنالیز فوریه حل قسمت زمانی از ترکیب خطی مدهای هارمونیک انجام میگیره که البته این پاسخ ها از نظر ریاضی به صورت مختلط هست، اما قسمت حقیقی آنها مربوط به میدان های فیزیکی هست.
انتخاب کمیت پایستی اومگا به این موضوع برمیگرده که ER تابع دیالکتریک به زمان وابسته نیست و معادله های ماکسویل تحت هر تغییر زمانی هرچند کوچک تی صفر ناوردا هست و بنابر اصل کلی که هر سیستم دارای تقارن الزاماً دارای کمیت پایسته هست این پاسخ ها را به کار میبریم. مدهای هارمونیک رابطه های 26 و 27 البته رابطه های 22 و 23 رو بدون تغییر و با همان قسمت مکانی می نویسیم. اما با توجه به این پاسخ های زمانی در رابطه 24 از میدان مغناطیسی و در رابطه 25 از میدان الکتریکی نسبت به زمان مشتق گرفته و به این ترتیب رابطه های 28 و 29 رو داریم. اکنون می‌خواهیم حل معادله های ماکسویل رو به صورت جداگانه بنویسیم به طوری که هر یک از میدان های الکتریکی و مغناطیسی دارای یک معادله باشه. از رابطه 29 شروع می‌کنیم به جای میدان مغناطیسی طبق رابطه 28 که قرار دهیم نتیجه آن رابطه 30 میشه. حالا برای میدان مغناطیسی که رابطه 28 رو برای آن داریم به جای میدان الکتریک از رابطه 29 قرار می دهیم و رابطه 31 به دست می آید. خب حالا رابطه 30 و 31 رو که داریم نگاه می کنیم می بینیم که حاصل ضرب اپسیلون صفر در میو صفر در هر دو رابطه وجود داره. با توجه به تعریف سرعت نور که برابر است با وارون جذر اپسیلون صفر میو صفر این رو استفاده می کنیم و در رابطه ها که قرار می دهیم نهایتاً دو رابطه 22 و 32 برای میدان الکتریکی و رابطه های 23 و 33 رو برای میدان مغناطیسی به طور جداگانه و مجزا و به اصطلاح دیکاپل شده داریم. معادله های ماکسویل در محیط دیالکتریکی همگن و یک نواخت رو بررسی می کنیم. به خاطر اینکه تابع دیالکتریک ثابت و غیر وابسته به مکان هست، بنابراین رابطه 33 رو برای میدان مغناطیسی با ER که یک عدد ثابت E هست می نویسیم. البته به خاطر اینکه ثابت دیالکتریک غیر وابسته به مکان هست، معادله های ماکسویل نسبت به تبدیل مکانی R به اضافه R صفر برای هر اندازه R صفر ناوردا هست و در شرایطی که فرکانس حقیقی و ثابت امیگا را برای قسمت زمانی در نظر گرفته ایم می توان یک کمیت پایستی کا بردار موج را برای پاسخهای مکانی به کار برد. در مجموع پاسخ معادله های ماکسویل به صورت امواج تحت روندر رابطه های 34 و 35 نوشته میشه که در آنها H0, E0 و K سه بردار متعامد هستند. پاسخ معادله های ماکسویل برای محیط دیالکتریکی یک نواخت به صورت امواج الکترومغناطیسی رونده موج تحت عرضی هست با سه بردار متعامد. عرضی بودن از رابطه 23 و یا 22 که در آن دیورژانس H برابر است با 0 به دست می آید و نتیجه آن K در H0 برابر است با 0 و همطور K در E0 برابر است با 0. اما متعامد بودن بردارها از رابطه های 28 و یا 29 نتیجه گرفته میشه که میبینید از رابطه 28 رابطه 37 و همچنین از رابطه 29 رابطه 38 به دست میاد که نشون دهنده متعامد بودن سه بردار H0, E0 و K هست. برای نوشتن رابطه پاشندگی میدان تابشی در محیط دیالکتریکی یک نواخت رابطه 33 میدان مغناطیسی رو با استفاده از اتحاد برداری تغییر می‌دهیم. در این اتحاد برداری می‌بینید که هرگاه دیورژانس آ برابر با صفر باشه رابطه به این صورت نوشته میشه و به خاطر اینکه دیورژانس H برابر است با صفر طرف راست رابطه 33 برابر با منهای نابلادو H هست و رابطه 39 رو داریم. البته برای به دست آوردن رابطه پاشندگی مستقیماً معادله امواج الکترومغناطیسی رو میتوان به کار برد. به این ترتیب با داشتن رابطه 39 اکنون میدان مغناطیسی بدون قسمت زمانی رابطه 35 رو در آن قرار میدهیم و رابطه پاشندگی رابطه 40 به دست میآید که نشون میده در محیط دیالکتریکی یک نواخت بین فرکانس و بردار موج رابطه خطی وجود داره.
اندازه و سه مؤلفه بردار موج در راستای سه محور x y و z با رابطه های 41 و 42 نوشته میشه. در ارتباط با پاشندگی میدان تابشی در محیط دیالکتریکی یک نواخت، موضوعاتی مانند چگالی حالتهای تابشی، سرعت گروه امواج الکترومغناطیسی و همطور ساختار باند در اینجا به طور مختصر مطالبی بیان میشه. چگالی حالتهای تابشی در محیط دیالکتریکی یک نواخت به این ترتیب تعریف میشه که عبارت است از تعداد حالتهای تابشی در یک حجم معین و در فاصله فرکانسی امگا و امگای به اضافه دی امگا که با این نشون میدیم. محاسبه آن به این ترتیب هست: در فضای کا فرکانس های مختلف یک شبکه رو تشکیل میدهند که هر نقطه شبکه مربوط به یک مد فرکانسی هست و برای به دست آوردن چگالی مدها در این دستگاه مختصات سبودی کای ایکس و کای بای و کای زد تعداد مدها شمارش میشه. در این فضای وارون بود هر مد پی روی ال و حجم اشغال شده هر مد پی روی ال به توان 3 هست. بنابراین حجم مدها در فضای کا در یک پوسته کروی به ضخامت دکا برابر است با 4 پی کاد و دکا. به خاطر اینکه تنها در ناحیه اول می‌خواهیم مدها را حساب کنیم، آن را تقسیم بر 8 می‌کنیم و بعد برای به دست آوردن تعداد مدها تقسیم بر حجم یک مد میشه که حجم یک مد پی روی ال به توان 3 هست و به این ترتیب تعداد مدها در پوسته کروی در ناحیه اول در فاصله فرکانسی امگا و امگای به اضافه دی امگا مشخص میشه. خب حالا این تعداد مدها در پوسته کروی در ناحیه اول رو ضرب در 2 می‌کنیم به خاطر قطبش و حجم مدها در فضای مکان رو که ال 3 هست با و نشون میدیم و به این ترتیب بعد از ساده کردن دی امگا در دی امگا برابر میشه با و روی پی دو کادو دکا رابطه 44. حالا برای جایگزین کردن کا و دکا از رابطه پاشندگی به جای آنها قرار میدهیم و به رابطه 46 میرسیم که نشون میده چگالی حالتها در حجم معین و متناسب است با مجذور فرکانس و از طرفی با جذر مکعب ثابت دیالکتریک متناسب است. سرعت گروه امواج الکترومغناطیسی در محیط دیالکتریکی یک نواخت به این ترتیب به دست میاد که از تابع فرکانس نسبت به کا مشتق میگیریم، اما به خاطر اینکه رابطه باشندگی در محیط دیالکتریکی یک نواخت خطی هست، سرعت گروه ثابت و نسبت عکس داره با جذر ثابت دیالکتریک. اکنون در قسمت پایانی این فصل توضیحاتی در مورد حالتهای متفاوت مدهای نوری بیان میشه. این حالتها مانند حالت پیوسته یا extended states که غیر localized هست، غیر جایگزیده هست، حالتهای گذرا یا محو شونده که در این حالت بردار موج عمود بر سطح به صورت موهومی هست، اصطلاحاً مدهای evanescent نامیده میشه. مدهای جایگزیده یا لوکالایزد که مدهای ناکاملی هم نامیده میشه. قبلا اشاره به آنها شد و در فصل‌های بعد بیشتر مورد بررسی قرار میگیره. برای بررسی حالت‌های متفاوت مدهای نوری، یک صفحه دیالکتریک مثلا صفحه 6 ای رو در نظر میگیریم و تغییرات فرکانس مدهای هارمونیک رو نسبت به بردار موج در آن بررسی میکنیم. این ساختار یک بودی در صفحه ایکس وای قرار داره و تغییرات ثابت دیالکتریک در راستای محور زد هست بدون هیچ وابستگی به مختصات داخل صفحه. نور فرودی با بردار موج کا به سطح جدایی میتابه و قسمتی از آن عبور میکنه و قسمتی به درون بازتاب پیدا میکنه. مؤلفه های بردار موج کای زد در راستای محور زد و کای موازی در صفحه ایکس وای هست. البته میدان مغناطیسی عمود بر صفحه و عمود بر راستای انتشار هست.
برای بررسی تغییرات فرکانس مدهای هارمونیک در یک صفحه دیالکتریک لازمه ابتدا مؤلفه های بردار موج رو مشخص کنیم. مؤلفه کای زد و مؤلفه موازی با سد، کای موازی که مختصات آن، کای ایکس و کای وای هست. بردار موج از ترکیب این دو مؤلفه به دست میاد و حالا در رابطه باشندگی محیط دیالکتریک به جای کا قرار میدهیم و این رابطه رو که داریم از روی آن کای زد و کای موازی به دست می آید. بازه زاویه تتا از 0 تا 2 پی و تمام صفحه ایکس وای رو شامل میشه. حالا فرض می کنیم دیالکتریک نامحدود هست و می خواهیم مدهای موج تخت رو در آن بررسی کنیم. رابطه مؤلفه موازی با سطح بردار موج رو در نظر می گیریم. خب در چه صورت این مؤلفه حقیقی است؟ در صورتی که کای زد حقیقی باشه و اندازه آن کوچکتر از امگا رادیکال ای روی سی باشه، میبینیم در آن صورت کای موازی حقیقی هست و از حقیقی بودن کای موازی و کای زد نتیجه میگیریم که در داخل دیالکتریک مدهای هارمونیک موج تخت کاملا به صورت پیوسته و غیر جایگزیده در راستای محور کا منتشر میشوند و آنها را حالتهای پیوسته یا extended states مینامند. حالا دیالکتریک رو یک صفحه شیشه تخت و محدود در نظر میگیریم. پرتوهای نور از شیشه به هوا وارد میشوند که البته تحت قانون عبور استل دکارت با زاویه تابش تتا 1 و عبور تتا 2 انجام میگیره. شیشه تخت در صفحه ایکس وای و تغییرات ثابت دیالکتریک در راستای محور زد هست. ثابت دیالکتریک یا ضریب شکست شیشه از هوا بزرگتر است، بنابراین تتا 2 بزرگتر است از تتا 1. در صورت که زاویه تابش از زاویه حد بزرگتر باشه عبور انجام نمیگیره و پرتوهای نور بازتاب کلی در درون شیشه پیدا میکنند. رابطه مؤلفه های بردار موج کای زد و کای موازی رو می نویسیم. برای بررسی عبور نور از شیشه به هوا کای زد رو در نظر می گیریم. در مورد اندازه های امگا نسبت به کای موازی سه حالت متفاوت ممکنه وجود داشته باشه. حالت اول امگا بزرگتر است از حالت دوم امگا برابر با و حالت سوم امگا کوچکتر از سی روی رادیکال ای کای موازی. در حالت اول داخل پرانتز مثبت میشه و کای زد حقیقی است، اما در حالت دوم داخل پرانتز صفر شده و کای زد صفر است. این شرایط رو خط نور یا لایت لاین مینامند. و حالت سوم داخل پرانتز منفی شده، کای زد موهومی هست، نور وارد هوا نمیشه و در داخل دیالکتریک بازتاب کلی پیدا میکنه. خب به این ترتیب نمودار امگا نسبت به مؤلفه موازی با سطح بردار موج کای موازی با سه قسمت متفاوت مشخص میشه که اصطلاحاً ساختار باند یا بند استراکچر نامیده میشه. حالت اول امگا بزرگتر از کای موازی، حالت دوم امگا برابر با کای موازی و حالت سوم امگا کوچکتر از کای موازی. در قسمت اول کای زد حقیقی است و این ناحیه آبی رنگ حالت‌های پیوسته یا extended states رو نشون میده که مربوط هست به فرکانس‌های بزرگتر از کای موازی و بالاتر از خط نور و طیف نور عبوری به صورت پیوسته است. این خط‌های آبی رنگ مجزا مربوط به فرکانس‌های کوچکتر از کای موازی و زیر خط نور. این خط‌ها مدهای میرا و غیر جایگزیده رو در دیالکتریک نشون میدند که اصطلاحاً مدهای اوانسنت و محو شونده نامیده میشوند. کای زد مؤلفه عمود بر سطح بردار موج موهومی هست. اینها پاسخ‌های واقعی و فیزیکی محسوب نمیشوند. نمودار تغییرات فرکانس مدهای هارمونیک نسبت به بردار موج مؤلفه موازی با سطح هنگام عبور نور از شیشه به هوا به این ترتیب با سه بخشه. بخش اول مدهای پیوسته، در مورد دوم خط نور که امگا برابر با سی کای موازی و حالت مدهای محو شونده و غیر جایگزیده که در آن کای زد موهومی هست بررسی شد و حالا
نمودار دیگری که قسمت‌های حقیقی و موهومی رو از هم جدا کرده در اینجا می‌بینید که برای یک فیلم نازک چند لایه‌ای هست. خط‌های آبی توپر باند 1 و 2 رو نشون میده. مدهای محو شونده یا اوونسنت در طول محور کاک موهومی و عمود بر صفحه هست تشکیل می‌شوند و بیشترین استهلاک در مرکز یا گپ انجام می‌گیرد. به این ترتیب بخش دو، بخش نهایی فصل 1 پایان یافت.